در درجه اول بنده باید بگم به هیچ وجه من اعتقاد ندارم چنین گروهی دست به این اقدام زده. آنچه در بیروت اتفاق افتاد ضربه بسیار سنگینی است برای حزب الله، به ویژه که منطقه زاهیه یا منطقه جنوبی بیروت کاملا تحت سلطه‌اش بود و حتی بعد از انفجار قبلی این حزب الله بود که راهبندان ایجاد کرده بود، ماشین‌ها و مردم رو بازرسی می‌کرد، به طوری که مورد اعتراض شدید مردم قرار گرفت و از دو هفته پیش حزب الله حضور خودش رو کم رنگ‌تر کرد. ولی این نه به معنای این بود که حزب الله کنترل رو رها کرده، نه، نیروهای امنیتی لبنان بودن ولی حزب الله هم کار خودش رو می‌کرد. شیخ سراج الدین زریقات در واقع رهبر گروه خودش در توییترش مسئولیت رو به عهده گرفته، چطور پس شما میگین که گروه عبدالله عزام مسئول این انفجارها نیست؟ عبدالله عزام یکی از مفکران سلفی اسلامی بود که در واقع میتوان گفت پدرخوانده القاعده اوست. زمانی که او به پاکستان رفت برای جهاد علیه روس‌ها، تمام این جنگجویانی که به ایدئولوژی و اعتقاد داشتن سراغش اومدن و واقعا او رو میپرستیدن. خشونت رو به معنای عام تجویز نمی کرد، فقط علیه کفار و روس‌ها تجویز می کرد. ولی بعد از مرگ او قدرت به دست بن لادن و بعد ایمن الظواهری افتاد و همینطور افرادی که سر بلند کردند و هر نوع تخریب و انفجار و کشتار رو توجیه می کردن و اینا تنگ نظرانه طبیعتاً به شیعیان نیز نگاه می کردن و شیعیان رو رافضی و خارج از دین می دانستن. اما آنچه در بیروت اتفاق افتاد نمی تونه توسط یه گروه ناشناسی که دستی در بیروت نداره اتفاق افتاده باشه. منظور من اینه که ممکنه الان ادعا کنن خیلی ها چنین حرفی بزنن، اما این عملیات بسیار پیچیده بود. زاهیه بیروت از نقطه آغاز تا پایان در اختیار حزب الله و حزب الله صدها تن از نیروهای امنیتی و ضربتیشو در اونجا استقرار داده و اینا مراقب رفت و آمد و آمده شده مردمن. یک انتحاری بتونه بیاد اونجا خود رو منفجر کنه و پشت سر اون یه اتومبیل انتحاری این اقدام رو انجام بده کار ساده ای نیست، بسیار پیچیده است و من از یه گروه تروریستی که اسمی هم در میان ازش نیست بعید میدونم. آقای نوریزاده، رهبر گروه عبدالله عزام، به هر حال چه شما اون رو مسئول بدونین چه ندونید، تهدید کرده که این گونه حملات تا زمانی که نیروهای حزب الله لبنان از سوریه خارج نشوند و زندانیان سلفی در لبنان آزاد نشوند ادامه خواهد یافت. به گمان شما تا چه اندازه ایران این تهدیدها رو جدی تلقی میکنه و اصولا احتمال خروج نیروهای ایرانی و افراد حزب الله از سوریه تا چه اندازه است؟ چنین احتمالی اصلا وجود نداره، مگر آنکه ضربات آنقدر سنگین بشه که جمهوری اسلامی گزیری جز خروج نداشته باشه. آقای حسن نصرالله دو روز پیش در سخنرانی عاشورای خود تاکید کرد که ما در سوریه خواهیم بود، سوریه رو سنگر فلسطین خواند و گفت سنگر مبارزه با صهیونیسم و استکباره و ادعا کرد که او در سوریه برای نظام اسد نمی جنگه، برای فلسطین می جنگه، برای آزادی خودشون و گروه های شیعه می جنگه. اومدن اونا از سوریه بیرون شکست اسد رو به دنبال خواهد داشت، از قول یک منبع حزب الله نقل شده بود. اگر ما نبودیم اسد دو ساعته سرنگون می شود. به گزارش خبرگزاری ها علاوه بر 6 تن از محافظان ساختمان سفارت، ابراهیم انصاری رایزن فرهنگی سفارت ایران هم در این بمبگذاری کشته شده. آیا به نظر شما او هدف این بمبگذاری بوده یا فرد یا افراد دیگه یا اصولا خود حکومت جمهوری اسلامی؟ هدف اصلی سفیر بوده آقای غضنفر رکن‌آبادی، چون ایشون قرار بود با وزیر فرهنگ لبنان در همون حول و حوش ملاقات کنه و احتمالاً آقای انصاری هم بیرون اومده که به اتفاق ایشون به دیدن وزیر برن. این عمل در واقع هم پیامی برای جمهوری اسلامی و هم پیامی برای حزب الله. پیام حزب الله این است که شما علارغم همه اقداماتی که کردید ضربه پذیری و ما میتونیم به شما ضربه بزنیم، و پیام به جمهوری اسلامی اینه که آلوده شدن در سوریه این بلاها را میتونه به همراه داشته باشه.